وضعیت اقتصادی مردم ایران واقعا وخیم است این موضوع را فقط از درور ایران نمیشنویم بلکه حتی گزارش های بین المللی این وضعیت را وخیم اعلام کردند بر اساس گزارش درآمد سرانه ملی ایران ها ایرانی ها طی 9 سال گذشته کاهش یافته است بر اساس آمارهای بانک جهانی درآمد سرانه ملی ایران از سال 1995 تا 2013 روند صعودی خوبی را طی کرده و طی این مدت حدود 6 برابر شده بود. درآمد سرانه ملی ایران در سال 1995 تنها 1290 دلار بوده که این رقم در سال 2013 به 7530 دلار رسید. بی تردید رشد و یا کاهش درآمد سرانه ملی هر کشور یکی از مهمترین های رشد اقتصادی و یا رکود اقتصادی محسوب می شود که تابعی از سطح کارآمدی ساز و کار و همچنین تولید و کسب و کار و به ویژه نحوه تعامل با اقتصاد جهانی است. درآمد سرانه ملی ایران در سال 2020 به 3370 دلار میرسد که این رقم کمتر از نصف درآمد سرانه ملی در سال 2013 است. بر این اساس درآمد سرانه ملی ایرانی ها به میزان 55 درصد کاهش یافته است. در ردبندی جهانی نیز شاهد سقوط رتبه ایران از نظر درآمد سرانه ملی طی سالهای فعالیت دولت قبل هستیم. در سال 2013 که فعالیت دولت 11 هم آغاز شد، ایران در جایگاه 85 جهان از نظر درآمد سرانه ملی قرار داشت. اما در سال 2020 به رتبه 125 سقوط می خوند که بر این اساس رتبه جهانی ایران از نظر درآمد سرانه ملی طی دوره فعالیت دولت قبل چهل پله نزول داشته است. سوئیس با درآمد سرانه ملی 82620 دلاری در صدر رتبه بندی جهانی قرار گرفته و لوکزامبورگ با 81110 دلار و نروژ با 77880 دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفتند. حکومت ایران که نظامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است و مستقیما زیر نظر رهبر ایران اداره می شود در پی بالا گرفتن تنش با جامعه جهانی و به دلیل دو مقطع اوجگیری تحریم های حد فاصل سال های 2005 تا 2013 و خروج آمریکا از برجام شاهد رکود اقتصادی و به ویژه کاهش درآمد سرانه ملی ایرانیان بود که این کاهش همچنان ادامه دارد. ایران با جمعیتی معادل 85 میلیون نفر که بیش از 90 درصد آن را شییان تشکیل میدهند از ثروتهای خدادادی زیادی برخوردار است که از جمله میتوان به معادن و نفت و گاز فراوان این کشور اشاره کرد اما علا رقم این سروت ها و منابع و نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده فقر و تورم و گرانی و بیکاری و رکود اقتصادی بیش از دو دهه گذشته به چشم میخورد که نظام حاکم و مردم این کشور را دچار مشکلات عدیده ای کرده است. فاطمه موسوی اخبارشیه